مأمور 47 با اولیویا صحبت میکنه. اولیویا جای دیانا رو گرفته. چطور داره پیش میره؟ اولیویا میگه گوش کن، گری دیگه مرده. منم دیانا نیستم. قضیه به اون راحتی‌ها که فکر میکنی نیست. آرتور ادوارد دیگه وجود خارجی نداره. اونا هر اطلاعات مربوط بهش رو حذف کردن. دسترسی به هماهنگ کننده آیسی تقریبا غیر ممکن شده. همین الانش هم به من دسترسی پیدا کردن. 47 میگه کارشون عالیه. اما یه سازمان مخفی اطلاعات تحلیلی در چین وجود داره. اونجا پر از اطلاعات تحلیلی و طبقه بندی شده است. چطور میشه بهش نفوذ کرد؟ اولیویا میگه سیستم امنیتی اونجا از هر جای پیشرفته تره. در واقع سیستم امنیتی به مسئولینش متصله. هر تغییری در امنیت نیاز به تایید اون دو نفر مسئول داره. اولی ایمیجین رویس، دانشمند تحلیلی رفتاری، و نفر دوم هاش که علاقه به آزمایشات فراانسانی داره. اون خیلی خطرناکه. هاش قبلا متخصص ضد سایبری در وزارت خارجه چین بوده. بعد از پاکسازی از کشورش فرار کرد و داره در سایت های دارک وب با فروش اطلاعات محرمانه بیزینس میکنه، مثل فروش انسان و اعضای بدن، آدمایی که هیچ محدودیتی برای جنایت ندارن. اما من در این سیستم امنیتی فوق پیشرفته یه حفره پیدا کردم. اگه ایمیجین روس و هاش رو به فاصله کمی از هم بکشی، من چند دقیقه وقت دارم که وارد سیستم امنیتیشون بشم و اطلاعات آیسی رو به دست بیارم. 47 میگه در این باره مطمئنی؟ اولیویا میگه گوش کن، من هاش رو میشناسم. اگه اشتباه میکردم تا الان مرده بودم. 47 میگه خوبه، پس بیا انجامش بدیم. شرح ماموریت چانگینگ چین، شهری که با هزاران دوربین امنیتی تمام 15 میلیون جمعیت شهر رو تحت نظر داره. شهری رویایی برای هر حاکم کنترل کننده ای. زندگی خصوصی در اینجا هیچ معنایی نداره. عجیبه که سازمانی مثل ICA اطلاعات محرمانه‌اش اینجا نگهداری میکنه. هاش رو میتونی در یه ساختمون متروکه پیدا کنی که اونجا داره به آزمایشات عجیب و غریبش میرسه. اما ایمیجین رویس در ساختمان اصلیه و داره اونجا رو مدیریت میکنه. مأمور 47 ماموریت رو آغاز میکنه. در ابتدا خودشو جای یه نمونه آزمایشگاهی جا میزنه و به هاش نزدیک میشه. هاش دانشمندیه که کل دانشش رو صرف تحلیل روی انسانها و کارهای وحشتناک انجام میده. هاش رو میکشه و بعدش به مقر اصلی ICA در یک لباس مبدل نزدیک ایمیجین رویس میشه و اون رو هم میکشه. با کشتن اون دو نفر حالا میتونه به هسته مرکزی پایگاه نفوذ کنه. تمامی اطلاعات محرمانه و کارهایی که در گذشته انجام داده بود و همچنین اطلاعات ICA رو برمی‌دارن و اولیویا اونها رو در وبسایت‌های همگانی بازنش می‌کنه که تا همه بفهمن ICA در واقع چیکار است. ناگهان سیستم بسته میشه و به مأمور 47 حمله می‌کنن. مأمور از ساختمون فرار می‌کنه و مأموریت به پایان میرسه. بعد از لو رفتن اطلاعات ICA، آشوبی همگانی علیه اونا به پا میشه و در صدر اخبار میره. دیانا با کانسنت ادوارد تماسی دوباره میگیره. همونطور که خواستی انجام شد. توپ الان تو زمین توه. کانستنت میگه من گزینه‌های زیادی دارم و همه‌شون مثل تو نمیخوان که من کشته بشم. دیانا میگه 47 این کارو خودسرانه انجام داد. حالا اون از دستوری پیروی نمیکنه و اصلا نمیشه جلوش گرفت. اما اون یک نقطه ضعف داره و اون هم منم. برای شنیدن ادامه داستان به پارت بعدی مراجعه کنید. همچنین شما می توانید برای درک بهتر داستان ویدیو گیم پلی کامل بازی رو در لینکی که پایین ویدیو قرار خواهیم داد مشاهده کنید.